خامنه‌ای در دیدار با مجمع تشخیص مصلحت نظام زهوار در رفته آخوندی. امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید همه هست. یعنی یک چیز خودجوش درونی نیست. آقایان هر کدام در این زمینه نظر می دهند، صحبتی می کنند، این را توجه باید داشته باشند و توجه بدهند. ایجاد هیجان، تشویق، راه نشان دادن، این جور کوکتل مولوتوف بسازید، این جور چه کنید، اینها کارهایی است که واضح است که دارد انجام می شود. این دشمنی ها ادامه خواهد داشت و تنها راه علاج آن ایستادگی است. برخی از این افراد عامل دشمن هستند و برخی هم افراد هیجان زده هستند. در مورد دسته دوم باید کار فرهنگی انجام گیرد، اما در خصوص دسته اول مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند. کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود. امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. اینجور نیست که یکی ادعا کنه، یکی بگه آقا به چه دلیل. نه، همه قبول دارن اینو، یعنی واقعا روشن شده، واضح شد. حتی صاحب نظران بیطرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی، قبول دارن. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. این تحریکات البته ممکن از این زمینه های استفاده کرده باشن، لیکن تحریکات تبلیغاتی و اثرگذاری فکری و اینها، ایجاد هیجان، تشویق، راه نشون دادن، اینجور کوکتل مولوتوف بسازید، اینجور چه کنید، اینا کاریست که واضحه که داره انجام میده، این روشنه. این فراموش نباید بشه. این آقایون هر کدومی در این زمینه نظری میدن، صحبت میکنن، اینو به توجه باید بشتاشه باشن و توجه بدن که انسان وقتی نگاه میکنه ببینه این کاری که حالا دشمن داره انجام میده در این زمینه یک کار انفعالیست، یک کار واکنشیست، عکس العملیست. مسئله اربعین بود، چه راهپیمایی میان نجب و کربلا و کاظمین و کربلا و چه راهپیمایی های عظیم داخل کشور به عنوان راهپیمایی جاموندگان. این خیلی مهم بود. این اون سرود حماسی سلام فرمانده هم بود که از مرزها فراتر رفت، ده ها میلیون جوان و نوجوان رو در دنیا به خودش جذب کرد. اینا شوخی نیست، اینا دشمن اینا رو میبینه و در قبال او نمیخواد ساکت بنشینه، در مقابلش این کار رو انجام میده. میشینن برنامه‌ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اغتشاش کنیم. این یه نکته بسیار مهمی است. حرکت دشمن حرکت انفعالی است. خلیفه ارتجاع چنان که در سایتش آمده است با اشاره به قضایای اخیر اغتشاش‌های پراکنده را طراحی انفعالی و ناشیانی دشمن در مقابل پیشرفت‌ها و حرکت‌های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و تأکید کردند تا هنگامی که ملت در مسیر نظام اسلامی و ارزش‌های دینی قرار دارد این دشمنی‌ها ادامه خواهد داشت و تنها راه علاج آن ایستادگی است. این قضایا یک موضوع خودجوش درونی نیست. البته ممکن است از برخی زمینه‌ها استفاده کرده باشند، اما اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تلاش برای اثرگذاری فکری، ایجاد هیجان، تشویق و حتی آموزش راه‌های ساخت مواد آتش‌زا اکنون کاملاً واضح و آشکار است. برخی از این افراد یا عامل دشمن هستند یا اگر عامل هم نباشند همجهت با دشمن هستند و برخی هم افراد هیجان زده هستند. در مورد دسته دوم باید کار فرهنگی انجام گیرد، اما در خصوص دسته اول مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.
اینکه برخی میگویند فضا را امنیتی نکنید، بله ما هم موافق هستیم و تا آنجایی که ممکن است فضا نباید امنیتی شود، اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی هم در جای خود. این دشمنی ها به اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه علاج آن نیز ایستادگی است. مراقب باشید این مسائل حواس شما را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز نمانید. نباید معطوف به این حوادث جزئی شوند. مسعود رجوی 11 مهر 1401. خامنه ای آب در هاون میکوبد و برای نیروها و دستگاه های زهوار در رفته ولایت شن میپزد. خلیفه ارتجا ظاهر شده تا با دستور سرکوب هرچه بیشتر بخت خود را در مهار کردن اوضاع بیازماید. اما هیهات که انقلاب دموکراتیک نوین ایران مهار پذیر نیست و بر سر راه خود هر مانعی را هرچند سخت و سنگین کنار میزند. شاه هم گمان می کرد که با آوردن ازهاری و تانکهایش به خیابان بر انقلاب ضد سلطنتی چیره خواهد شد، اما نتیجه معکوس گرفت. اکنون پس از شاه نوبت شیخ درمانده است که در آخر خط در برابر حکم تاریخ قرار گرفته است. خامنه ای بیهوده آب در هاون میکوبد و برای نیروها و دستگاه های زهبار در رفته ولایت شن میپزد. خامنه ای این یکی را درست میگوید که اصل دعوا بر سر حجاب نیست، بر سر تمامیت رژیم ولایت فقیه است. آری بر سر انقلاب و سرنگونی است، بر سر آزادی و دیکتاتوری است. این خمینی و فاشیسم دینی بود که از روز اول مرزبندی را بین با حجاب و بی حجاب و با دین و بی دین و اسلام و غیر اسلام قرار داد. از نظر ما دعوای اصلی بر سر آزادی و حاکمیت و رأی جمهور مردم بوده و هست و خواهد بود. روزگار خاموشی پس از آن کودتای سیاه ضد فرهنگی در دانشگاه ها به پایان رسیده و اکنون هر دانشگاه به یک کانون شعله‌ور شورش و انقلاب تبدیل شده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران در آغاز سال تحصیلی 97-98 گفت هر مدرسه را یک کانون شورشی، هر دانشکده را یک کانون شورشی و هر شهر ایران را یک شهر شورشی کنید. خوشا که اکنون گام به گام چنین می شود. کانونها و شهرها و مناطق شورشی از زاهدان در قلب سیستان و بلوچستان تا سنندج و کردستان، به گفته خامنه ای از شمال غرب و جنوب شرق دیگر از پا نمی نشینند و سر باز ایستادن ندارند. از شمال شرق تا جنوب غرب هم گسترش پیدا می کنند. سلام بر تهران که شورشی ترین شهر جهان است. انقلاب دموکراتیک مردم ایران پیروز می شود.